زمانی که یه استارت پخش میشه اون وقت کنترل روم تشکیل میشه. یعنی چی؟ مثلا همین آخرین پیامی که دادیم ما، یه زمانی آقای نتانیاهو 2017 به ما گفتش که من موضوع رو نفهمیده بودم، نمیدونستم. ما گفتم خب نمیدونسته دیگه، یه موضوعی که شما نمیدونید، فقط سازمان امنیتی میدونن که من فاش کنم همه چی میریزه به هم. نمیدونجا حیامش بود که من نمیدونستم. حدودا دو سال و نیم سه سال بعد در 2020 نامی عاشقانه آخ و اوخدار نوشت به جو بایدن، یعنی به ترامپ نداره. فکر کن طرح ابراهام از برنامه 40 ریستارت برداشته شد که ما گفتیم ابراهیم همون زرتشت و یک مانیفست راجع به تفکرات اسرائیل دادیم بیرون که به هر حالش وجوده. یعنی گفتیم اسرائیل رو باید چیکار کنم، تمام اون کارهایی که من تو برنامه گفتم خط به خطش رو اسرائیل انجام داد، شکل گرفت. نوع طرحی که ما دادیم برای طرح ابراهام توسط پرزیدنت ترامپ اجرا شد. یعنی ترامپ نمیتونست این اجرا کنه که ترامپ چه کارهای گنده ای کرد، ریخت عربستان به هم، کودتا کرد، بن سلمان آورد بالا، ساختار منطقه رو ریخت به هم. تنها کسی بود که بلند شد، گلوله رو برداشت، پهباد مستقیم رو گذاشت سر قاسم سلیمانی، پیام فرستاد به کشورهای اطراف که مقبلین ابراهام طرح خوبیه، طرح حسینی طرح خوبیه، و ترامپ اجرا کرد. یعنی هم به طراح ابراهام یعنی حسینی خیانت شد و 2020 هم به ترامپ خیانت کرد. گفتیم آقا بایدن، آخه بایدن الان جمهوری اسلامی و کشورها دور ما هستن، اگه من تبریک به بایدن نگم همه میکنه اسرائیل بود. بازم هیچی نگفتیم. دوباره دو سال بعد، سه سال بعد، یه بچه جغله احمق توسط دو تا ریستارتی دعوت میشه به سوی این دفعه، برای اینکه نگه من نمیدونستم، نفهمیدم. یک متن ما در تلگرام نوشتیم که جلسه با خانواده پهلوی تمومتون میکنیم، تقسیم کردیم حرامزاده و غیر حرامزاده. متن ما دستی به آقای نتانیاهو داده شد در جریان کمد بود. پس از امروز نتانیاهو هر کاری میکنه دیگه خودش میکنه، ما خوشش نیست، خودش داره کار خودش رو میکنه. مگر اینکه تا هفته آینده در این تاریخ که این برنامه پخش میشه پارسی بفرسته، سیگنالی بفرسته که آقا من عذرخواهی کنم. این مدی باش کاری نداریم. کنترل یعنی این.